بیننده های عزیز سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدین. شماری از اعضای جامعه مدنی در کشور از روند اعدام پناهجویان افغانستان در ایران به شدت نگران هستند. آنان در نشست خبری روند اعدام پناهجویان کشور در ایران را خلاف موازین حقوق بشری دانسته و برخورد ایران با پناهجویان افغانستان را خلاف حسن همجواری میان دو کشور می دانند. برخی از اعضای جامعه مدنی همچنان وزارت خارجه کشور را به بی‌توجهی به بررسی وضعیت پناهجویان افغانستان در ایران متهم می کنند. از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستیم است که پیش از هر چیز به کرامت انسانی در واقع احترام بگذاره، به ارزش‌های حقوق بشری احترام بگذاره. دستگاه دیپلماسی افغانستان تا هنوز متاسفانه فوق‌العاده ضعیف عمل کرده است. تا هنوز وزارت خارجه افغانستان آمار دقیق از زندانیان افغانستان در ایران نداره و همچنان از تعداد کسایی که هنوز هم اعدام شده ندارن، و یا اگر دارن به دلیل سیاسی و به دلیل سهل‌انگاری که ندارن متاسفانه تا هنوز منتشر نشده. شورای سراسری خبرنگاران از افزایش محدودیت‌ها بر کار رسانه‌ها در کشور انتقاد می‌کند. این شورا از حکومت می‌خواهد تا برای جلوگیری از هر گونه تهدید و خشونت علیه خبرنگاران جدی عمل کند. این در حالی است که اخیراً نهادهای مدافع خبرنگاران از محدود شدن کار رسانه‌ها در کشور ابراز نگرانی کردند. مدیر محاسبه ریاست آبرسانی هرات که به اتهام گرفتن رشوه بازداشت شده بود، از سوی دادگاه ابتدایی جرایم ناشی از فساد اداری به 2 سال زندان محکوم به مجازات شد. قاضی شراقا منیب، رئیس دادگاه ابتدایی مبارزه با فساد اداری هرات، میگوید مدیر محاسبه اداره آبرسانی هرات به 2 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده است. اما این حکم نهایی نیست. در همین حال یک سرباز مدیریت استخبارات فرماندهی زون 4 پلیس مرزی نیز با اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه به 5 سال زندان محکوم به مجازات شده است. 3 طالب مسلح در نتیجه یک رشته عملیات در کشور کشته شدند. وزارت داخله با پخش خبرنامه‌ای میگوید این افراد در نتیجه 12 عملیات مشترک نیروهای امنیتی کشور در جریان 24 ساعت گذشته در مربوطات ولایت‌های کنر، ننگرهار، کندوز، بلخ، کندهار، زابل و هلمند کشته شدند. در این رشته عملیات همچنان 6 طالب مسلح زخمی و 7 تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی کشور بازداشت شدند. یک کودک در نتیجه انفجاری در فراه کشته شد. عبدالرحمن جوانده، سخنگوی والی فراه، با تلویزیون یک گفت این کودک 12 سال دارد و پیش از چشت امروز در ساحه کاریزهای ولسوالی پشترود این ولایت هنگامی کشته شد که باید بمب دستی بازی میکرد. و مختار بالمختار، فرمانده نیروهای شبکه القاعده در شمال مالی، به قتل رسید. ارتش چاد در حالی از کشته شدن فرمانده شبکه القاعده در مالی خبر می‌دهد که وی یکی از سازماندهندگان اصلی حمله به تأسیسات گازی و گروگانگیری 10 کارمند این تأسیسات در الجزایر بوده است. در گروگانگیری ماه جنوری سال جاری در تأسیسات گازی آمیناس در الجزایر نزدیک به 60 کارمند خارجی به قتل رسیدند. مقام‌های ارتش چاد کشته شدن مختار بالمختار را ضربه سنگینی به شورشیان مالی می‌داند. از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. به خیر روزتان خوش.